الرحمن الرحیم با امید آبادی و زیبایی کشور عزیز ما خصوصا شهر کابل. بعضی ها میهن بگن ایچی جور کدن این پیسه را یک کسی را کمک میکدن. چارایی ملاله زیجنتون است. قبلا زیبایی وجود نداشت، حال الحمدلله که یک زیبایی خوب در اینجا در نظر گرفته شد و امروز شما شاهدش هستین که بروی همشهری های عزیز کابل باز شد، افتتاح شد از طرف مسئولین شهرولی کابل. این برنامه ما ادامه ملالای خو یکی از مبارزین بزرگ ملی ما شماست که در جنگ با انگلیس ها شهید شده. دمی 32 سال کسی رو ندیدم که یک سنگ از این سرک دور کنه، اما امروز اینقدر خوشحال هستم که چه فکر میکنم که یک گرسی نو کنه. شهید اروپا بودم، اما ما شهید نمی چوک ملاله هستم، اما ما بسیار زیاد خوشحال شدم که امی تو یک چوکا ده کشور ما شما بازدمی ولی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام احترامات خدمت تمامی شما هموطنان عزیزم، امید دارم که جور صحتمند سر حال باشید. دوستان نهایت عزیز سمای سمی هستم، امروز آمدیم به چارایی ملالای. این چارایی را که شما امروز مشاهده میکنین تازه ساخته شده و امروز افتتاحیش هسته و این چارایی به نام چارایی ملالای است، مشهور به ملالای است. امروز افتتاحیه میشه، دقیق نمیفهمم که نام چارایی را کدام چیز دیگر مسما خواهد کردن و یا خیر. و قسمی که شما معلوم است و خبر دارین چارایی ملالای، او طرف مستقیم اگر ما پیشتر بریم شفاخانه ملالای زیجنتون است. اگر ما پیشتر بریم چارایی انصاری یا پیشتر بریم چارایی آجی یعقوب می آیم و امروز افتتاحیه چارایی ملالای است و ببینم که صحبت های رئیس کلتوری شاروالی را می داشته باشم و از رئیسی که امروز سهم گرفته در آبادی این چارایی ازشان صحبت های داشته باشم و می خواهیم میره پرسان کنم که این چارایی که مشهور به ملالای است و تمامی از هموطنان ما به نام چارایی ملالای میشناسند، آیا کدام نام دیگر بالای این چارایی مسما خواهد کردن و یا خیر؟ از رئیس کلتوری شاروالی پرسان میکنم و از هموطنان کمی جا هستن پرسان میکنم، از ساخت چارایی پرسان میکنم و همچنان از هزینه که در بر گرفته و مدت را در بر گرفته تا این چارایی ساخته شده. اگر شما همچنان دوست دارین که بیننده برنامه ما باشین، پس تا آخرین لحظات ما را همراه باشین. ما میریم آهسته آهسته به طرف افتتاحیه چارایی ملالای و صحبت‌های رئیس کلتوری شاروالی کابل و هموطنان ما کمی جا آمدن، عکس میگیرن و ویدیو میگیرن، صحبت‌های می داشته باشن، ببینیم چقدر هموطنان ما امروز خوشحال هستن. بیاین ما را تعقیب کنین و تنها نگذارین. بسم الله الرحمن الرحیم. با امید آبادی و زیبایی کشور عزیز ما خصوصا شهر کابل. سلام علیکم رئیس. و علیکم السلام و رحمت الله. رئیس میشه خلاص به خاطر که شما همچنان وقت ندارین درباره چارایی بر ما معلومات بدین؟ بله، چارایی ملالای زیجنتون است. قبلا زیبایی وجود نداشت، حال الحمدلله که یک زیبایی خوبه در اینجا در نظر گرفته شد و امروز شما شاهدش هستین که بروی همشهری های عزیز کابل باز شد، افتتاح شد از طرف مسئولین شاروالی کابل. این برنامه ما ادامه داره انشاءالله، تمام نقاط شهر کابل که نیاز به آبادی و زیبایی داشته باشه شاروالی کابل در خدمت مردم قرار داره. رئیس، یک سوال را میخوایم از شما پرسان کنم که نام چارایی ملالای است؟ این مشهور به چارایی ملالای زیجنتون، شفاخانه ملالای اینجا وجود داره، کدام نام خاصی نداره.
بمون هم ما اسمان بمون هم یادش میکنیم. دیگه تا بادر نامگذاری نشده، چون نامگذاری صلاحیت کدام اداره خاصی نیست، یک کمیته بسیار بزرگ به سطح امارت است. دیگه هر وقت که تصمیم اونا گرفت باز نامگذاری میشه. چون درباره هزینهش اگر کوتاه معلومات، هزینهش مبلغ 800 هزار افغانی هزینه برداشته که از طرف بانک اسلامی پرداخت شده. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید. دوستان صحبت های کوتاه داشتیم امروی رئیس های، به خاطر که اونا وقت نداشتن گفتن که ما زیادتر میریم به طرف جاهای بعدی و ما کوتاه امروشون صحبت داشتم. خدا کنه صحبت های بعضی سوالایی که در ذهن ما و شما بوده حل شده باشه. حبیب الله صمدی هستم، رئیس گروه شرکت های تاجلند، که زیباسازی شهری ما به شکل همکار و تطبیق کننده و طرح کننده از این برنامه هستیم در سطح شهر کابل پیش میبریم و همچنین پروژه بزرگ ملی را از جمله خیرخواه و پروژه کلان دیگر در بخش مدیریت و مسئول تکنیکی دو پروژه هستیم. بسیار عالی. میبینیم نام خدا بسیار چارایی های مقبول امروز در سطح شهر ساخته شده در کابل. کدام چارایی را دقیقا شما مسئولیت چه بر عهده داشتین و ساختین؟ حدودا 20 چارایی که دیزاین شده و 10 دانه تطبیق شده و حدود تقریبا 90% کارا ما برای ما مسئولیت شده داشتیم. از جمله چوک مرکزی سپای گمنام، ملک ازغر، چارای معارف، چارای ملالایی که امروز افتتاح شد، چارای انصاری و همچنین چارای حاجی یعقوب که خود ما با سرمایه خود ما باعث نمود شرکت تاجدن ساختیم. رئیس از میخوایم یک چیز از شما پرسان کنم. خود ملالای کی بوده که امروز این چارایی به نامش مسماست؟ ملالای خو یکی از مبارزین بزرگ ملی ما شماست که در جنگ با انگلیس ها شهید شده و دلیل مسما بودنش هم نزدیک شفخانه ملالای است که اکثرا حدس ممی است که به ادامه نام از او چارایی رو چارایی ملالای میگیم. برای اون ملالایی است که در جنگ با انگلیس ها شهید شده، به افتخار از او بعد جای نامگذاری شده. از جمله لیسه ملالای است، شفخانه ملالای است، بعضی نامگذاری های در ولایات مختلف افغانستان داریم. به نظر شما آیا این چارایی نامش تا آخر ملالای خواهد بود یا تغییر داده خواهد؟ یعنی چارایی ملالای باشه یا نباشه، چون کمیته مشترک نامگذاری شهری یک کمیته خاص است از تمام ادارات، ولی ارزش شخصیت های بزرگ ملی ماش میچ و خزبای نمیره. میشه از کارمندا بر ما بگوین که چقدر زمینه کار برای هموطنای ما مساعد میسازه چون این پروژه ها؟ این پروژه شهری اصلا برای دو هدف اساسی طرح میشه. یکی به خاطر همی که برای مردم یک دلگرمی کلان ایجاد بکنه و چطور مردم با ادلاحات شهری خوشحال نگاه بکنیم به اصطلاح، و دومی که در سر شهر یک زیبایی شهری خاص نظر به موقعیت های خاص ایجاد میکنه. خود از غیر مستقیم باعث میشه که مردم هم در کار شود و هم از یک لقمنان حلال بدست بیارن و همچنان مردم علاقمندی به سرمایه گذاری و حمایت دولتی پیدا بکنن، که باعث میشه تمامش به غیر مستقیم عواملی است که برای کار پیدا کردن مردم غریب ما شما فایده میکنه. در آخر اگر کدام حرف کدام پیام داشته باشین کمری ما در خدمت شما. پیام خاص ممی است که سکتورهای خصوصی و سرمایه گذارهای ما یک کم توجه علاوه بر منافع شخصی خود در منافع ملی هم داشته باشیم، تا هم شهر ما زیبا شود و هم مردم ما تشویق و یک اتحادی ملی را ایجاد بکنیم. تشکر رئیس های بازی کبره می صبح شما موفق باشید. تشکر و سلامت باشید. دوستان بسیار خوشحال میشم که هموطن ما رو میبینیم امروز در افغانستان هستن و اینجا سرمایه گذاری میکنن، بالای کشور خود، بالای وطن خود. از تجارا میخوایم که بیان در وطن خودن باشن تا هم خرما شوه و هم ثواب شوه. و نگفته نمانه که درباره نام چارایی از هموطنان ما پرسان میکنم ببینیم اونا چی گفتنی های دارن و قسمی که صحبت های از رئیس های و همچنان از رئیس کلتوری شاروالی درباره ساخت چارایی و نام چارایی ما داشتیم گفتن که هیچ کدام تفاوت نداره. متی الله عمر هستم، یکی از کارمندان شرکت ساختمانی تاجلند و مسئول ساخت ساز چوک ها. بسیار عالی مسئول ساخت ساز هستید. از این چارایی بر ما بگوین مدت چقدر دیر وقت گرفت تا این چارایی بخوای ساخته شد؟ این چارایی مدت یک ماه کارای از تکمیل شد، ساخت سازش و برای سپرده شد و امروز هم شما شاهد هستین که افتتاح کردیم. شما که مسئول ساخت ساز هستین، چند دانه از چارایی را امسال شما ساختین؟ ما چارایی های زیادی ساختیم، از جمله چارایی مرکزی، چوک مرکزی سبای گمنام، چوک سرای شمالی، ملک ازغر، چارایی معروف و چارایی شهر نو
کلش ما ساختیم. ماشاءالله ماشاءالله. خوشحال میشیم به بودنت که امروز در افغانستان هستی و سهم گرفتی در آبادی وطن. از هموطنان ما قصه کنین، وقتی که شما چارایی را خلاص میکنین و تمام میشه کارش، چقدر هموطنان ما خوشحال میباشن؟ هموطنان ما خوشحال میباشن. خوب نظریات مختلف است. بعضی ها میهن بگن هیچی جور کردین، این پیسه را یک کسی را کمک میکردین. در حالی که دمی هم وقتی که اینجا کار میشه، همینجا مردم مصروف کار میباشه و شهر ما زیبا میشه. این همی خودش اگه افتخار است و از سکتور خصوصی ما خواهش داریم که در چنین پروژه سهم بگیرن و در زیبایی شهر سهیم باشن تا شهر ما زیبا باشه. وقتی شهر زیبا باشه یک هموطن ما بیه ببینه، همه کل غماش دور میشه. بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز صحبت کردید. زنده باشید. بخیر. سلام علیکم. دوستان شما بیننده برنامه ما هستین، از چارای ملاله و یکی از هموطنای ما میجا هستن، صحبت های می داشته باشم درباره چارای بر ما بگین. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام های گرم به همکارات بر خود تقدیم میکنم. البته که ما تقریبا 32 سال میشه که میجا کار یک کراچی یک دارم کار میکنم. در 32 سال کسی رو ندیدم که یک سنگ از سرک دور کنه. اما امروز اینقدر خوشحال هستم که چه فکر میکنم که یک گرسی نو کردیم. این چارای زیبا ساختن، مقبول ساختن، بعد 35 سال بعد ما دیدیم چاره شد. اینقدر خوشحال هستم که به حد بی اندازه از تمام هموطنهای عزیز خود به شمول رئیس بانک اسلامی خیر بنان تشکری میکنم. زیاد سپاسگزار هستم از پیشان، از تمام افغانهای عزیز ما، تجارا و سرمایه دارا. امی تقاضا رو دارم که در هر گوشه و کنار این ملت خود یک جای جور کنن، جای مقبول، چارایی ها رو مقبول بسازن که ما اگر در خارج میریم، هر خارج میریم بگیم در ایران نقی مقبول بود چارایش خیلی دیگه، اگر پاکستان میریم میگیم در پاکستان چی یک چارایی مقبول بود میشیم، از افغانستان یک جایی که میریم این جایی نداریم که ما یک تاریخ توصیف کنیم. ما هم وطن همی وطن هستم، خیلی خوشحال هستم، خیلی خوشحال هستم که در هیچ های در زندگی خدا خوشحال نبودم. خدا کنه که کل وطنهای ما امت و قدرت رو بزنن که وطن ما رو جور کنن با احترام. گفتین که در مدت 32 سال میشه که همیچه مصروف کار هستین، به نظر چرا در این مدت 32 سال قدر پیسا از کشورهای خارج می آمدن و کمک میشد به افغانستان، چرا یک چاره جور نشد، چرا یک سرک ساخته نشد؟ والا اگر حقیقت ما بگویم ریسفید هستم، هر کس به نفع جیب خود کار میکرد. اگر پای نپی می آمد اینقدر پیسه که در این ملت آمد، ما شیشه کاری میکردیم و مملکت ما شد. چرا این کاشار کابو ملا بسیار خرد است، کوچک است. اگر یک قران هم که در خدمت میکنن، یه باید شیشه واره پاک میبود، بسیار مقبول میبود، زیبا میبود که کل ما با دیدنش میامدیم. با سلام، تشکر. از این به بعد بخیر وطن ما جور شوه. تشکر از اینکه امروی ما صحبت کردید. تشکر از شما. سلامت باشید، زنده باشید، عمر شما هم دراز باشید. دوستان صحبت های از آیسای بود که درباره چارایی ملالای بر ما و شما معلومات دادن، گفتن که در مدت 32 سال میشه مدام این چارایی مصروف کار هستم، ولی متاسفانه من هیچ ندیده بودم که کدام چارایی ساخته باشه شوه یا کدام سرک ساخته شوه. و امروز میبینیم که هموطنای ما خرد بزرگ، ریش سفید، کلان، طفل ها حتی به دیدن چارایی میاین و خوشحال هستن و خوشی خدا ابراز میکنن. شما بیننده برنامه ما باشین، میریم به طرف هموطنای ما. امروز صحبت های می داشته باشم درباره چارایی بر ما بگوین که ساخت یک چارایی، بودن یک چارایی چقدر لازم الزامی می باشد. دوستان شما بیننده برنامه ما هستین، از چارایی ملاله ای که امروز افتتاحیه شد، ما شاهد افتتاح چندین چارایی در شهر کابل هستیم و هموطن ما کنار ما استاد هستن، صحبت می داشته باشم ببینیم چی گفتنی های دار. امی شار نو، نام شار نو است، نو هم است یا نی؟ نو است دیگه. اگر ما شما کار کنیم، زحمت بکشیم، وطن خود آباد بسازیم، دیگه نو میشه. اگر آباد نکنیم، کار نکنیم، دیگه نو نمیشه. همه چیز در دست ما و شماست. امروز این چرایی جور شد، میگه چکا چکا دریا میشه. همی تو یک پارک جور شوا، یک جای دیگه خوب جور شوا، دیگه همو دریا میشه، خوب جور میشه. اما وقتی که جنگ باشه، ویرانی باشه، وطن ما پیشرفت نمیکنه. خوبی دمی ما و شما است که یک چیزی ما و شما جور کنیم، به دست بیاریم. امروز چرایی جور شد، صبح پارک جور شوا، همی تو دیگه کشور ما با روی به ترقی میره. بله بله. دیگه به نظر تمی چارایی
چند چاره ای دمیسای شهر نو ساخته شده؟ چاره شیرپور، چاره حاجی یعقوب، چاره انصاری و چاره ملاله. کدامش مقبول تر؟ من خود دیگه پیلا نمی چاره ملاله دیدم که جور شد دیگه. من پیش از این دایی جانه بودم، من در اروپا بودم تقریبا. من از همین کشور ترکیه آمدم، بس پیش از این در اروپا بودم. اما من شاید این همین چوک ملاله هستم. اما من بسیار زیاد خوشحال شدم که همین تو یک چوکا در کشور ما و شما، بس در ولایت زیبای کابل ما و شما جور میشه. خداوند که همین تو یک چوکا، همین تو صلح و امنیت و همین تو یک سرسبزی در کشور ما جور شد که تا کشور ما و شما پیش رفت کنم. گفتین اروپا و امریکا و ترکیه بودین. بله. چطور شد که از این کشورهای پیشرفته و کشورهای مقبول بیاین دلتان شود طرف افغانستان بیاین؟ کشور ما و شما افغانستان که از دیگه کشور خود ما است. دیگه در کشور خود زندگی راحت کدم ایتاری. او کشورهای بیگانه است، او کشورهای بیگانه هیچ واسه خود نمیشه. کشور ما و شما به خاطر از خود ما و شما است که زندگی ما، همه چیز ما همیجا است دیگه، راحت زندگی میکنیم. و در کشورهای اروپایی دیگه و کشورهای از کسی دیگه است، با خود جور کرده، اروپا جور کرده. ما و شما باید کشور خود اروپا جور کنیم. حسیب الله صمدی هستم، فعلا مسئله کمپیوتر ساینس هستم و همچنان در پهلویش در بخش ساختمانی امی شرکت تاجلند که فعلا چرایی رو بنیاد کرده کارمند هستم. بسیار عالی، بسیار عالی. گفتین که در ساخت از دیگه سهم گرفتین شما. بسیار عالی. این چرایی چقدر هزینه رو در بر گرفته؟ در مجموع 800 هزار افغانی. 800 هزار افغانی. و حامیش کی می باشه که حمایت شده؟ اسلامی بانک. افغانستان اسلامی بانک. بله محترم. بسیار عالی. با نظر خودت یک چرایی در سطح شهر یا چهارا چقدر الزامی می باشه؟ چرایی در مجموع در هر نقطه شهر که باشه جلوگیری از ازدحام شهر میکنه، بخاطر که به چراغ منظم می باشه و یک منطقه مشخص می باشه که بمون چهار دور که موتر تیر شد صحیح می باشه. بله. بعضی از هموطنان ما میگن اینا اشتباه میکنن، چارایی میسازن، شما چارایی نسازین، بریم پول شبه. بعضی از هموطنان ما که امروز اقتصادایشون ضعیف است نیاز دارن به کمک به اونا بتین، یعنی بودن چارایی لازم نیسته. خود چی نظریه داری؟ در مجموع خود نظر مردم فرق میکنه، هر کس از خود یک نظر شخصی داره. اما به این قسم نمیشه که وقتی یک کشور به سوی پیشرفت باشه فقط متوجه به سهم غذایی مردم باشه، در هر عرصه باید شامل باشه که یک به زیبایی شهر بیفزوده. فقط همین فعلا داریم ساخت زمین چیز تقریبا در مدت 8-9 ماه که ساخته شد چندین تن از هموطنان ما مصروف کار بود. این خودش یک بخش کاری است که هموطنان ما فراهم شده. دیگه اون نظریات مردم فرق میکنه، خب بازم بهتر است. مختلف داره. دوستان بعضی از هموطنان ما انتقاد میکردن، میگفتن که میبینیم چارایی ساخته میشه، سرک ساخته میشه، چی کنیم چارایی که هموطنان ما مردم گشنه است. به نظر من با این که ما یک دانه چارایی نسازیم پول شب بتیم به فقرا، فکر نکنه فقرا سیر شوه. خب تنها یک مملکت یا یک دولت به این نیست که تنها فقط در بخش اقتصاد فکر خود بگیره، باید در هر بخش های متوجه باشد. خب به امید پیروزی پیشرفت بیشتر افغانستان، انشاءالله به خیر اقتصاد خوبتر شود که هیچ یک از هموطنان ما شکایت از مشکلات اقتصادی نداشته باشه. شما بیننده ما باشین، برنامه ما ادامه داره. شما بیننده برنامه ما هستین از چارای ملاله و یکی از هموطنای ما کنار ما استاد هستن، صحبتای می داشته باشم. اگر چی اینجینر صاحب همچنان هستن، ما زیاتر امروز اینجینر صاحب تا گذشته صحبتای داشتیم، می خوایم صحبتای بیشتر از هموطنای ما را داشته باشم و خوشحال میشم که اینا در یک افتتاحی چارای خوشحال هستن، میان اینجا عکس برداری میکنن، تصویر میگیرن. میبینیم که چندین چارایی ها در سطح شهر امروز ساخته شده، چارای انصاری، چارای شیرپور، چارای متحرک که در چارای دانباخ ساخته شده، چقدر زیبا شده. کدام از یکی چارای بسیار زیاد خوشت آمده و زیادتر از اون عکس داشتی؟ همش خوبش آمده و فعلا در اینجا عکس اینجا گرفتیم. دیگه همه چارای وطن ما خوبش آمده، یام خوبش است.
دیگه به خاطر از هم خوب شده چون رابندی و ازدحام زیاد می باشه، همه شورای باید خرد شوه. از نگاه ازی که یک مریض در امبولانس می باشه باید زودتر به شفاخانه رسانده شوه، یا یک جای آتش سوزی می گره اطفایه باید رسانده شوه. از نگاه همه سلوتا خوش هستیم و خوب شده. شکر که شما خوش هستین. تشکر از اینکه وقت خوش سلامت باشه زنده باشه. دوستان شما قسمی که مشاهده میکنین یک چارایی بسیار مقبول زیبا امروز در چارایی ملالای ساخته شده و خواستم از این افتتاحیش بر شما برنامه بگیرم، ویدیو بگیرم، خدا کنه مورد دید شما قرار گرفته باشه و دیدین که چقدر هموطنای ما امروز خوشحال هستن و امروز آمدن به دیدن چارایی آمدن و اینجا عکس برداری کردن. این بود برنامه ما که امروز آمدیم بر شما از چارایی ملالای بر شما برنامه گرفتیم. خدا کنه مورد دید شما قرار گرفته باشه. از شما ها تقاضا میکنیم برنامه های ما را بیننده باشین، لایک کنین، سابسکرایب کنین و کامنت های زیبا بنویسین تا برنامه های بعدی که شما هست میباید که دیگر از برنامه های جالب و جذاب در خدمت شما قرار میگیره. شما را به خدای یکتا میسپارم و از دعای نیکتان فراموش نکنین.